تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهم للتقوا. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه. بنده هم هر آیه رو چند دقیقه، 4-5 دقیقه تقریبا، تفسیری ساده و روان و فشرده و قطره‌ای داریم. به جزء 16 سوره طه آیه 95 رسیدیم. تو این جلسه 95 و 96 رو با هم تفسیر میکنیم. اما 95: قال فما خطبك يا سامري. بعد از آن که حضرت موسی به مردم گفت چرا منحرف شدید، به هارون گفت چرا گذاشتی منحرف بشن، حالا به موسی سامری میگه چرا منحرف کردی. فما خطبك يا سامري، منظور تو از این کار چی بود؟ از این فتنه بزرگی که کردی چه منظوری داشتی؟ ما خطبك يا سامري، شأن تو، هدف تو چی بود؟ 96: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری گفت که من به چیزی پی بردم که دیگران با آن پی نبردن. بصرت بما لم يبصروا به، به چیزی گیرم آمد که مردم گیرشون نیومده بود. فقبضت قبضة من أثر الرسول، من مشتی از آثار رسول را برگرفتم. فنبستها، در آن گوساله افکندم و این گونه تقسیم کار در نظرم زیبا اومد. سولت نفسی. خب، آثار را از رسول گرفتم، با سلیقه خودم قاطی کردم، یه چیز ساختم. از خودم یه قصه بهتون بگم. امیرالمومنین علیه السلام در کتاب احتجاج تبرزی که وقتی حضرت بصره رو فتح کرد برای مردم سخنرانی میکرد و یه مرتبه چشم امیرالمومنین تو جمعیت افتاد به حسن بصری که داره تونتون مینویسه. حضرت امیر بصره سخنرانی فرمود حسن چی مینویسی؟ گفت سخنرانیات رو یادداشت میکنم از روش مثلا منبر برم، میخوام حرفا شما رو بگیرم جای دیگه نقل کنم. حضرت فرمود که تو هم سامری این امت هستی، چون سامری هم قبض تو قبضت هم من اثر رسول، آثار رسول رو گرفت با نفسش قاطی کرد. تو هم حرفایی از من میگیری، تفسیر برای میکنی، سلیقا خودت هم قاطیش میکنی، یه دین تازه دین تراشی میکنی. هستن افرادی که دوستان منن دانشگاه، دوستان منن حوزه، از حوزه و دانشگاه یه چیزای از این حوزه، چیزای از دانشگاه میگیرن و قاطی میکنن و یه علمشنگی را میندازن. قبضت قبضتا من اثر رسول، از اثر رسول. حالا تو اثر رسول چیزایی هم تو تفسیرها گفتن که حالا ما چون نمیتونیم قسم بخوریم رد میشیم. بالاخره سامری گفت که از اثر رسول، از یادگارهای رسول یه چیزایی گرفتن. همیشه وقتی یه چیزی حقه کنش چیز باطل هم هست. اصل حق اصل قلابی، پول حق پول قلابی، طلای درست طلای قلابی. اصولا همیشه یه مش قلابی بغل یه مش حقیقی سبز میشن. اصلا تا چیز حقیقی نباشه قلابیش درست نمیشه. یعنی هیچ کس مثلا کود قلابی درست نمیکنه دیگه، کود خودش چیه که قلابیش باشه. اما طلا و دلار و ریال و یعنی این همیشه در طول تاریخ بوده. میگه مواظب باشید آدمای رندی، ممکنه هم یه آیه بخونن. منافقین که ادعای رو گمراه کردن به خاطر اینکه با نهج البلاغه آیه میخوندن، منتها آیه کنارش تفسیر به رأی که میشد، یعنی این جملات رو از امیرالمومنین میگرفتن تطبیقش میکردن با یه چیزای دیگه، وقت یک مکتبی میتراشیدن. خب برابر طرف کردن انحراف با سراغ ریشه ها رفت. خب سامری چه؟ انگیزه سامری چیه؟ انگیزه سامری چیه؟ یعنی کسانی که منحرفن و مفسد فرهنگی هستن باید ببینیم این چیه، ماجرا چیه، یعنی ریشه رو ریشه یابی کنیم قصه رو. و همه مردم که وقتی انقلاب میشه، همه مردم که همه چیزش عوض نمیشه. افرادی هستن که در یک رژیم فاسدی بودن، حالا یه تغییراتی شده، در ظاهر اومدن این طرف، اما هنوز هم چیزی پیدا بشه اینا رو، یعنی گرایش های باطنی یک لحظه و یک دفعه ریشه کن نمیشه.
و گاهی افراد منحرف یه دریافتایی دارن که متدینین از اون بی خبرن. بسار تو به ما لم یفسرو. سامری گفت یه چیزی فهمیدم که باقی مردم نفهمیدن. این هستن آدمایی که یک چیز رو دستاویز قرار میدن و اینو علمشنگه دخونن. و طراحان انحراف هم از جهل مردم استفاده میکنن، چون میگن لم یفسرو، اونا نمیدونستن. چون اونا نمیدونستن، این طراح سامری، گوساله ساز، مجسمه ساز و هنرمند آمد از جهل مردم استفاده کرد. و اگر هنر با هوای نفس همراه شد بالاترین خطر است و لطف نفس. خب تا انسان از درون فریب به نفس خودش نخوره نمیتونه دیگران رو فریب بده. سولت نفسی، این اول نفس خودم برای من مسئله رو مخروط کرد. افراد انسان اول خودشو گمراه میشن، اولو فاولو، اول منحرف میشن بعد دیگران رو منحرف میکنن. خب سامری، چی باعث شد که از طلاهایی که از زنها و مردها جمع کردید، ذوب کردید، گوساله ساختید، مردم منحرف کردید، انگیزه چی بود؟ گفت یک آثاری را کشف کردم، این آثار را سولت نفسی. و بسیاری از افرادی که حدیث جعلی درست کردن همینطوره، یه روایت هایی را از پیغمبر گرفتن، کنارش بر وزنش بافتن. ولذا امامان ما سفارش کردن که بعد از ما روایت های جعلی زیاد خواهد بود. هرچی از ما شنیدید که به ما نسبتن، اینو با قرآن اندازه بگیرید. اگر طبق قرآن بود بگیرید، اگر روایت ضد قرآن بود فضربوه علی الجدار. روایت های جعلی، کی روایت جعلی درست کنه؟ اونا که حدیث تراشن، حدیث از بازرگان حدیثن. کار به جای میرسید که وقتی طرف پیازشو نمیخریدن، میمه پول میداد به اون حدیث تراش، میگم بگو هر کی یک پیاز کجا فلان مزه بخوره چرخ داره، هر کی دو تا پیاز بخوره دو تا حدیث جعل کن که پیازا ما فروش بره. و تو فیلم امام علی علیه السلام اون صحنه اومده بود، من بهشم مال شیعه نیست، شیعه و سنی گفتن، که گاهی وقتا حتی یکی از اینها تو یه حدیث نقل کرد، مردم فهمیدن که این دروغ میگه. رو منبر که حدیث دروغ میگفت، از پایین منبر گفتن هازا من کیسه که او من کیسه رسول الله، یعنی حدیث را از کیسه پیغمبر خرج میکنی یا کیسه خودت، یعنی میبافی بافتی یا یافتی. ایشون گفت لا، هازا من کیسی، نه اینو بافتم. یعنی گاهی هم خودش هم میگفت، میگفت حالا اینو من بافتم. ما گاهی وقتا یه چیزایی رو بر میداریم قاطی میکنیم با چیزای دیگه، و این کار خطرناکیه. بعد تاریخ میگذره یه چیزای دیگه ازش در میاد و این مسئله مهمه. خب ما دیدیم که یه جای در یه منطقه چیزای رو مثلا میخواستن بگن الله اکبر خمینی رهبر، دیدم که تو منطقه در روز عاشورا عزاداری میگفت که فرمود بله فرمود حسین بشمر کافر، فرمود حسین بشمر کافر در زیر خنجر، الله اکبر خمینی رهبر. ببینید حالا یه الله اکبر خمینی رهبر جای دیگه هست، اینو برمیداره قاطی میکنه به این که فرمود حسین به شمر کافر در زیر خنجر، الله اکبر خمینی رهبر. این وقتی قاطی شد اینطوری میشه، میگفت کلو واشربو، بعد میگفت مستطعت من قوه، هرچی میتونی. خب مستطعت من قوه مال جبهه، یعنی نسبت به دشمنت هرچی توان داری به کار ببر، نه این هرچی توان داری بخور. کلو واشربو مال جای دیگه است، معصت از آمن قبام رو جزیه اینا به هم میزن، آسمون زمین رو به هم میدوزن تا پناه بر خدا، که انسان اگر خطرناکه میشه. و باید مواظب باشیم، در جامعه ما سامری ها زیادن، به قدر قشنگ حرف میزنن که در همون قدم هم بودن. به خدا به پیغمبر میگه لا تعجبو که و این
تقول و این یقولود تسمع لقوله، یعنی به قدر که حرف زدنه که حرف زدنه تو هم گوش میدی، یعنی جذب سخنانش میشی. افرادی چه شیطهای خوبی، چه بیانهای خوبی، چه استدلالهای خوبی، منتها کجای حرفا رو میزنن؟ پلوی کسی که افراد خبر نیست، و این خطرناکه. اگر دستمون از دست اولیاء خدا برداریم رند زیاده. خدایا همه ما و نسل ما را از رندها و از افراد خطرناک، افراد منحرف که کلماتی هم از قرآن و حدیث به کار میبرن، قیافه های مذهبی و کلمات از همه مقدسات استفاده میکنن اما یک هدف انحرافی رو دنبال میکنن، همه ما را از همه فتنه ها و فتنه انگیزها حفظ بفرمایم. خب آیه 96 هم تمام، 95 و 96 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.